استاد حسین زلیخاپور عزیز، ویلکام تو سباشو حسین جان. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. حسین جان، این اولین برنامه‌ای که ما با هم دیگه داریم، اولین سلام، اولین پیامی که برای بیننده‌های خودتون توی شهر ونکوور و شاید تمام دنیا دارید چیه حسین جان؟ میتونید خودتون بیشتر معرفی کنید؟ چند سال؟ من زلیخاپور هستم. بعد تو ایران چیز حدود 30 سال کلاس پیانو و سولفژ و بعد سازهای دیگه هم بود. البته حالا خب اینچه امکانش ترومپت میزنم، ولی خب اینجا خب شرایط مهیا نیست که فعلا این کار را بدیم. اینجا فعلا دارم پیانو درس میدم، بعد آکاردون هم درس میدم، بله، اضافه سولفژ و با کار کسی که دوست دارم تو زمینه خوانندگی فعالیت داشته باشم، بله، با اون در خدمتشون هستم. بله بله. بعد متقب کسایی که میخوان در زمین موسیقی پاپ یا کلاسیک کار بکنن، در زمین موسیقی سنتی ایرانی، چون جانره کار من نیست، ولی مایه های پاپ و کلاسیک من در خدمت همشهری عزیز هستم. دوستان عزیز، شما تلفنتون 604-618-97-07-09. دوستان عزیز، اگر استاد حسین زلیخاپور این افتخار رو بده، من دوست دارم هر هفته یک ساعت خدمت شما باشم، با بیننده هامون در تماس باشیم، تو زمینه کاری خودتون شما رو معرفی کنیم به دوستان عزیزمون، هموطنان عزیزی که دوست دارن سازهای مختلف رو، ضرب و آکاردئون رو و دو تا دیگه ساز هم میزدید شما، یکی دیگه بود، دو تا چه چی بود؟ ترومپت و پیانو و سولفژ. اکثر خواننده های ما سولفژ بلد نیستن، درسته حسین جان؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم، شما وقتی که سلندیانو با خواننده هایی مثل لیلا فروهر رو اینا مقایسه میکنید، میبینید چه عظمتی خوندن سلندیان داره، درسته؟ یعنی من میخواستم به بینندگان عزیزمون این پیشنهاد بکنم، اگر بتونن سولفژ یاد بگیرن و بخونن، با قدرت بیشتری میتونن آواز بخونن، درست میگم حسین جان؟ خوندن رو اصولی یاد میگیرم. من یه نمونه خیلی مثلا مشخص تو موسیقی خودمون برکی میدارم، کسی مثل محمد نوری در سن 75 سالگی وقتی میخون، شما اگه چشمتون میبستی یا مثلا نمیشناختی، تصور میکنی یه آدمی که 35 سال سن داره. بله. به خاطر اینکه خب از اول ایشون تکنیک های خوندن رو درست یاد گرفتن و برحال استادی بودن در زمین کار خودشون و خیلی دیگه هم هستن، حالا من حضور ذهنم اسمش رو برم، ولی خب بسیاری از خواننده ها رو ما میشناسیم که خیلی هم مشهور میشن، بعد خیلی هم به حال تو دوران خودشون بیاورو دارن، ولی به محض اینکه پا به سن میذارن سرشون فاش میشه، به دلیل اینکه اصول خوندن رو تکنیکی از اول یاد نگرفتن، اینا رو سینه به سینه هم یه چیزایی یاد گرفتن، برنامه به حال استجای مختلف رفتن، ولی خب کمی که بیزره در عرصه های دیجیتال موسیقی کم میارن. بله حسین جان، الان اینجا که من نگاه میکنم، شما دو تا دانشجو دارید، یکیشون خانم روز هستن، صدای خیلی قوی دارن، نه؟ بله صداشون خیلی خوبه، ایشون اصلا جای خیلی خوب هستن. چه مدتی با ایشون کار میکنید شما؟ دارم؟ چه مدتی دارید با ایشون کار میکنید؟ از جنیبری شروع کردیم، هفته یه جلسه. شما چه حسی دارید خانم روز قبل و بعد از کار کردن با استاد حسین؟ من واقعا خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که شاگردی ایشون رو میکنم، ایشون دارم واقعا موسیقی رو یاد میگن، چون من سالهای قبل هم موسیقی رو در ایران یاد گرفتم، به هر حال یه سری تجربیاتی دارم در این زمینه، ولی خب اینجا اومدم حس کردم که یه موقعیتی هستم که باید باز از ابتدا شروع بکنم و بی نهایت راضی هستم. شبانه روز واقعا خدا رو شکر میکنم، نه اینکه بخوام پیش ایشون بگم، ایشون من خودم یعنی اینو باور دارم و دارم میبینم معلم سختگیری هستن و با علاقه و واقعا با غیرت تمام با شاگردشون کار میکنن. من اینو واقعا دارم میبینم با تمرین هایی که دارم میدم توی خونه، من تمرین میکنم یه موقع خسته میشم اشکم هم در میاد، میگم آقای زلیخاپوری تمرین چیه به من دادی، ولی واقعا چون میدونم که ایشون با یه عشقی این تمرین ها رو به من دادن، من هم سعی میکنم که در مقابل این عشقشون، علاقه‌ای که دارن و واقعا اون غیرتی که دارن برای یاد دادن، سعی میکنم که بتونم واقعا خوب تمرین کنم و جبران کنم محبتش. چون سر خواننده بشید یا دوست دارید، چه هدفتون چی از خوندن با تمرین کردن با استاد حسین، چه هدفی رو الان؟ دوست دارم موسیقی رو اصولی یاد بگیرم. بله.
در زمینه هنری بخوام فعالیت بکنم حرفی برای گفتن داشته باشم. عالی. خب حسین جان، دوست دارید یه تیکه رو با هم دیگه بریم بینندگانمون ببینن، یا الان دوست دارید در رابطه با کارتون بیشتر توضیح بدید؟ بله. عالی. خب بله. ایشون تایم میشه که داره تموم میشه و اونجوری بنده منتظرم. هر چیزی که میخوام بگم، خانم روز خیلی جالبه، من گفتم که با توجه به شرایطی که باهاش توش هستم کار میکنم، بچه داری میکنم، به هر حال توی شرایط سخت خیلی خوب دارم کار میکنم. الان رتار خوب یاد گرفتم، بعد کتاب سولفژ رو داره قشنگ از اون روتی میخونه، آهنگی که بهش میدم اول نوتشو بهش میدم، نوتو میخونه و این خودش خیلی خوبه. انشاءالله که استودنت ها کسایی که دوست دارن موسیقی اصول رو یاد بگیرن بتونن این راهی که ایشون میرن برن و حتما موفق میشن. بله. بعد شما یه دانشجوی دیگه هم دارید که انگار منتظر هستید که با ایشون، ایشون انگار تازه تشریف آوردن توی کلاس شما یا نه؟ شما میتونم سوال کنم چه جوری استاد حسین رو پیدا کردید؟ من ایشون رو از طریق یکی از دوستان آشنا شدم. بله. در مورد اینکه چقدر با موسیقی آشنا هستن و مسلط هستن صحبت کردم با من، چون که من واقعا دنبال یک کسی میگشتم که بتونم اصولی و از پایه کار کنم. من خوانندگی هیچ وقت کار نکردم. بله. موسیقی کار کردم از سالهای از سن کم، ولی خوانندگی هیچ وقت کار نکرده بودم و ولی توی 4 جلسه حداقل تونستم پیدا کنم و با نوت ها آشنا شدم و خیلی راضیم. یعنی چون صدای خیلی زیبایی هم داری، صدای خیلی خوبی هم داری، یعنی صداتون درست میگم حسین جان، تون صداشون. بله. یه مدت که بگذره این تکنیک ها و کلاسی دار میگذاریم قطعا از اون جنس صداهایی که مقال ورف میگه تو صدای آرتو خانم ها خیلی کمه. صدای آرتو یعنی صداشون بمه یه مقداری نه؟ آه آه بله بله. میتونن یه ذره بخونن یا نه اجازه ندارن؟ بله. باشه عالی، پس شما تمرینتون رو برید با هم دیگه، من خدمتتون هستم.